درود همراهان گرانقدر انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی از سری درس های پرکاربردترین ساختارها در انگلیسی و به خصوص در مکالمات انگلیسی از این ساختارها میتونید استفاده بکنید و ساختاری که در این درس خدمت شما معرفی خواهیم کرد و با بیان مثال هایی به اون مسلط خواهیم شد برای بیان مهارت و تبهرتون در چیزی ازش استفاده بکنید این ساختار به این استفاده میشه I'm good at یه چیزی مثلا من در یه چیزی خوبم در یه چیزی تبهر دارم حالا با مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه به استفاده و کاربرد این ساختار بیشتر آشنا خواهید شد فقط دوستان توجه داشته باشید اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید با سابسکرایب کردن کانال انگلیسی مثل آبخوردن خوردن و فشردن آیتم نوتیفیکیشن میتونید جز اولین نفراتی باشید که به محض انتشار یافتن کلیپ های آینده و آتی انگلیسی مثل آب خوردن در جریان قرار بگیرید و بتونید از اونها استفاده بکنید بسیار خوب بپردازیم For cardboard, i'm good at something daringly see i am good at video games i'm good at video games I'm good at همونطور که گفتیم یعنی شما در چیزی مهارت دارید و در این آیتم ویدو گیمز ویدو گیمز یعنی بازی های تصویری بازی های کامپیوتری I'm good at video games یعنی من در بازی های تصویری خوبم مهارت دارم و بازی های کامپیوتری یا بازی های تصویری رو خوب انجام میدم پس از این ساختار برای بیان مهارت استفاده میشه I'm good at something یعنی من در چیزی خوبم و در اینجا ویدیو games یعنی بازی های تصویری جمله و عبارت من اینه برای اینکه یاد بگیریم فراموش نکنید که در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار بکنید I'm good at video games. من در بازی های تصویری خوبم. I'm good at video games. I'm good at video games. I'm good at swimming. I'm good at swimming. سویمنگ یعنی شنا کردن. همینجا لغتش رو یاد بگیرید. I'm good at swimming. من در شنا کردن خوبم. من در شنا کردن مهارت دارم. جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم. I'm good at swimming. من در شنا کردن مهارت دارم. I'm good at swimming. I'm good at swimming. I'm good at driving. I'm good at driving. I'm good at من مهارت دارم در چی؟ Driving. Drive یعنی راندن و driving یعنی رانندگی کردن. I'm good at driving. من در رانندگی خوبم. در رانندگی مهارت دارم. جمله و عبارت من اینه. I'm good at driving. من در رانندگی خوبم. I'm good at driving. I'm good at driving. I am good at reading. I'm good at reading. I'm good at من مهارت دارم در reading reading یعنی خواندن مثلا خواندن روزنامه خواندن کتاب که توصیه میشه شدیدن کتاب بخونید. I'm good at reading. من در خواندن خوبم. I'm good at reading. I'm good at reading. I am good at sports. I'm good at sports. I'm good at یعنی من مهارت دارم در چیزی یا در چیزی خوبم. Sports یعنی ورزش. عموماً به کلیت ورزش داره اشاره میشه و sports یعنی ورزش کلا I'm good at sports یعنی من در ورزش خوبم. قوای بدنیم خوبه و میتونم ورزش کنم جمله و عبارتمونین با هم در قسمت کامنت مینویسیم برای اینکه اعتماد به نفسمون بره بالا چرا این همه تاکید میکنیم که در قسمت کامنت مثال ها رو بنویسید دلیل داره یکی از مشکلات اساسی که زبان آموزا در انگلیسی دارن اینه که جسارت و جرأت بیان جملات رو در دنیای واقعی ندارن دلیلش اینه که تا حالا تمرین نکردن و وقتی که موقعش میرسه و لازمه که صحبت بکنن میبینید که گیرپاج میکنن نمیتونن صحبت کنن و موضوع دیگه اینکه که خجالت میکشن این کارو بکنن یا حراس دارن از بیان اگر شما در تمرینات شرکت بکنید باعث میشه این حراس در شما کم کم از بین بره و در دنیای واقعی هم بتونید عبارت ها و جملات رو بیان بکنید و از اونها استفاده بکنید جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm good at sports من در ورزش خوبم I'm good at sports. I'm good at sports. I am good at writing. I'm good at writing. Writing یعنی نوشتن منظور مثلا نوشتن چیزی مقاله نامه هر چیزی I'm good at writing من در نوشتن خوبم حالا که شما در نوشتن خوبید همین جمله و همین عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید برای رشد اعتماد به نفستون و با صدای رسا حتما بیان بکنید تا بتونید مهارت و زبدگی خودتون رو در بیان این جملات و عبارت ها بالا ببرید جمله و عبارت منینه با هم می و تکرار میکنیم. I'm good at writing من در نوشتن خوبم. I am good at writing. I am good at writing. I am good at math. I am good at math. Math یعنی ریاضی. I am good at یعنی مهارت دارم در چیزی. در چیزی، در چی؟ در ریاضی. Math یعنی ریاضی. I'm good at math. من در ریاضی خوبم. I'm good at math. I'm good at math. I am good at dancing. I'm good at dancing. Dancing یعنی رقصیدن و رقص. I'm good at یعنی من درش مهارت دارم. در چه چیزی مهارت داری؟ Dancing, dancing any racksy than your racks. I'm good at dancing. من در رقص یا رقصیدن مهارت دارم. ازیزان ما اینقدر تاکید می که هر جمله و هر عبارت رو با صدای رسا هم تکرار کنید دلیلش چیه دلیلش اینه که شما تمرین کنید و عضلات زبانی و دهانی خودتون رو تقویت بکنید تا موقعی که پیش اومد بتونید از این مهارت برای بیان جملات و عبارت ها استفاده بکنید و نکته ای که باید بهش توجه بکنید این است که هر جمله رو وقتی بیان کردید با صدای رسا حتما بیان کنید و صدای خودتون رو زبط کنید و وقتی که صدای خودتون رو با موبایلتون با دستگاهتون ضبط کردید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی و اشکالی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفع بکنید تکنیک هایی که ما خدمتتون ارز میکنیم همش بر اساس اصول علمی و روش های علمی یادگیریه پس لطفا اگر میخواید یاد بگیرید حتما طبق روش پیش بیاید تا به اون نتیجهی که میخواید برسید جمله و عبارت با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm good at dancing. من در رقصیدن خوبم. I'm good at dancing. I'm good at dancing. I am good at chess. I'm good at chess. I'm good at یعنی من مهارت دارم یا خوبم در چیزی، چه چیزی؟ chess. chess یعنی شطرنج. I'm good at chess. من در شطرنج خوبم. I'm good at chess. I'm good at chess. I am good at baseball. I'm good at baseball. بیسبال که ورزش بیسبال و I'm good at baseball یعنی من در بیسبال مهارت دارم و در بیسبال خوبم. خدا رو شکر برای اینکه تقویت کنیم نوشتارمون و بیانمون و تسلط رو به انگلیسی بالا ببریم، در قسمت کامنت نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم. I'm good at baseball. من در بیسبال خوبم. I'm good at baseball. I'm good at baseball. I am good at memorizing things. I'm good at memorizing things. I'm good at مهارت دارم در memorizing memorizing یعنی به خاطر سپاری یا به حافظه سپردن things thing یعنی چیز و things یعنی چیزها memorizing things یعنی به خاطر سپاری چیزها یا به حافظه سپردن چیزها I'm good at memorizing things من در به خاطر سپاری چیزها خوبم I'm good at memorizing things I'm good at memorizing things I am good at encouraging people. I'm good at encouraging people. I'm good at من مهارت دارم در چیزی در چه چیزی؟ Encouraging, encourage یعنی تشویق کردن. Encouraging یعنی تشویق کردن در حالت عمومی. people افراد، encouraging people یعنی تشویق کردن افراد یا تشویق کردن مردم. I'm good at encouraging people. من در تشویق کردن افراد خوبم یا مهارت دارم. دوستان سعی کنید همواره در زندگیتون مشوق افراد باشید. به این دلیل که دنیا به اندازه کافی منتقد داره پس شما سعی کنید تشویق کننده و مشوق دیگران برای رشد و پیشرفت و موفقیت باشید جمله و عبارت مونین قطعا شما با تمرین میتونید رشد کنید ما هم شما رو تشویق میکنیم برای تغییر و بهبود شرایط همین جمله و همین عبارت و کل عبارت های این درس رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید به یاری خداوند که رشد خواهید کرد و موفق خواهید شد I'm good at encouraging people من در تشویق کردن افراد خوبم I'm good at encouraging people I'm good at encouraging people I am good at everything. I'm good at everything. Everything یعنی هر چیزی، همه چیز. I'm good at everything. یعنی من در همه چیز خوبم. همه مهارت هم خوبه. نوشتنم، خوندنم، گوش کردنم، همه چیم خوبه آقا. شما هم قطعا همه چیتون خوبه. شک نکنید با تمرین میتونید به اون چیزی هم که میخواید برسید. با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسات تکرار میکنیم. کنیم. I'm good at everything. من در همه چیز خوبم. I'm good at everything. I'm good at everything. I am good at computer programming. I'm good at computer programming. Computer programming یعنی برنامه نویسی کامپیوتر. I'm good at من مهارت دارم در کامپیوتر پروگرامینگ. در برنامه نویسی کامپیوتر I'm good at computer programming من در برنامه نویسی کامپیوتر خوبم I'm good at computer programming I'm good at computer programming. I am good at working together. I'm good at working together. Together یعنی با هم دیگه. Working یعنی کار کردن. Working together یعنی با هم کار کردن یا کار تیمی. I'm good at working together. من در با هم کار کردن خوبم. I'm good at working together. I'm good at working together. I am good at cooking Italian food. I'm good at cooking Italian food. I'm good at یعنی من مهارت دارم و خوبم قطعاً. بارها گفتیم cooking یعنی پختن و یا تبخ کردن. Italian یعنی ایتالیایی food غذا. Italian food غذای ایتالیایی. Cooking Italian ایتالیای food. پختن غذای ایتالیایی I'm good at cooking Italian food من در پختن غذای ایتالیایی خوبم I'm good at cooking Italian food I'm good at cooking Italian food I am very good at dancing I'm very good at dancing I'm good at یعنی من در چیزی خوبم و وقتی که very اضافه میشه یعنی خیلی تاکید میخوایم بکنیم I'm very good at من در چیزی خیلی خوبم یعنی در چه چیزی dancing dancing یعنی رقص یا رقصیدن I'm very good at dancing I'm very good at dancing من در رقصیدن خیلی خوبم I'm very good at dancing I'm very good at dancing I am extremely good at teaching. I'm extremely good at teaching. Extremely یعنی به صورت فوق‌العاده خیلی عالی. I'm good at که گفتیم یعنی مهارت داشتن در چیزی و در اینجا extremely حالت تاکید بهش میده. I'm extremely good at یعنی من در چیزی خیلی فوق‌العاده خوبم. در چه چیزی؟ teaching teaching یعنی آموزش دادن I'm extremely good at teaching من در آموزش دادن فوق العاده خوبم I'm extremely good at teaching I'm extremely good at teaching I am not good at cooking. I'm not good at cooking. I'm good at یعنی من در چیزی مهارت دارم و در چیزی خوبم و وقتی که I'm not good at میاد و یک not بهش اضافه میشه یعنی شما در اون چیز مهارت ندارید میخواید اون رو عنوان کنید آقا من در فلان چیز مثلا خوب نیستم و مهارت ندارم عنوانمون چیه Cooking آشپزی کردن I'm not good at cooking من در آشپزی کردن خوب نیستم یا مهارت ندارم جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و می گیم که من در آشپزی کردن خوب نیستم البته این یک عیبه که در آشپزی کردن خوب نیستید قطعا اگر آشپزی کردن بلد باشید خیلی مزیت خوبی براتون حساب میشه I'm not good at cooking من در آشپزی کردن خوب نیستم I'm not good at cooking I'm not good at cooking. I am not very good at singing. I'm not very good at singing. I'm not very good یعنی من خیلی خوب نیستم. حالا یه ذره خوب اما ولی very good نیستم. I'm not very good at singing. Singing یعنی آواز خواندن. I'm not very good at singing. من در آواز خواندن خیلی خوب نیستم. I'm not very good at singing. I'm not very good at singing. I am not good at giving presentations. I'm not good at giving presentations. I'm not good at یعنی من در چیزی خوب نیستم یا مهارت ندارم چه چیزی؟ giving presentations. presentations یعنی ارائه ها. giving presentations یعنی ارائه دادن مطالب. I'm not good at giving presentations. من در ارائه دادن مطالب خوب نیستم. I'm not good at giving presentations. I'm not good at giving خدا قوت آفرین بر شما که تا اینجای درس پیش اومدید همراه با ما در کنار ما بودید و هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت نوشتید و با صدای رسا تکرار کردید و صدای خودتون رو ضبط کردید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کردید تا اگر اشتباهی یا اشکالی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و اون رو رفع بکنید و در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید در حقیقت این روش روش علمی یادگیری است که یک کودک در ابتدای مسیر یادگیری یک زبان و یا زبان مادریش ازش استفاده میکنه برای مهارت صحبت کردن بسیار سپاس از همراهی شما عزیزان این که انگلیسی مصطحب خوردن رو دنبال میکنید و همراهی میکنید و انگلیسی مصطحب خوردن رو به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی ما در تیم انگلیسی مصطحب خوردن برای شما و خانواده محترمتون چیزی نیست غیر از تندرستی خوشی و خورسندی سلامتی و صلح و صفا در هر کجای دنیا که هستید